دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه و امروز هم چهارشنبه 29 فوریه، این آخرین روز ماه فوریه است و به قول آمریکایی‌ها لیپ ایر یعنی همون سال کبیسه است. و باز هم فرصتی شد که در خدمت دکتر سرهنگ عقیلی پور باشیم و سوالاتی رو از ایشون بپرسیم و ایمیل هایی رو که شما دوستان فرستادید و لطف کردید با ایشون در میون بذاریم و نظرات ایشون رو بپرسیم. اجازه بدین که من سلام کنم خدمت آقای عقیلی پور، از ایشون تشکر کنم که وقتشون رو در اختیار شما بینندگان شنوندگان قرار میدن و امیدوارم که بتونیم از تجارب ایشون، از آموخته های ایشون ما هم یه چیزایی یاد بگیریم. سلام و ممنون از شما آقای دکتر عقیلی پور عزیز. با عرض احترام حضور حضرت عالی، شنوندگان و بینندگان محترمتون و سپاس از حضرت عالی، باز این فرصت رو به من مرحمت میفرمایید که من نظراتم و در مورد سوالاتی که میفرمایید هر قدم که اندک هست برزتون برسون. آقا نظراتتون اندکه یا سوالا اندکه؟ چون من دو سه صفحه براتون نوشتم. سوالها اندک نیست. خب سوالها واقعا اینقدر گوناگونه که اگر مردم تیوی هر روزم از شما دعوت کنه بیاین و برنامه بذارید، باز مطمئنم که دوستان بیشتری سوال میکنن و پاسخگویی کافی نیست. قبل از اینکه اون موضوعهای اصلی رو که من یادداشت کردم ازتون بپرسم، یه مطلبی رو میخوام عنوان کنم. خیلی از دوستان به مردم تیوی اعتراض میکنن که چرا دوستانی که برنامه دارن یا خود بنده گهگاه اینجا لغت شاه اللهی رو به جای سلطنت طلب یا طرفداران پادشاهی استفاده میکنم و به اصطلاح این دوستان خود رو طرفدار سلطنت پارلمانی و دموکراسی معرفی میکنن. نظر شما درباره استفاده از کلمات سلطنت پارلمانی، سلطنت مطلق، شاه اللهی، پهلوی چیه؟ در این مورد اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. با کمال میل، ولی امروز مثل اینکه شما سوالاتون رو با توپخانه سنگین شروع کردید، با گلوله های خطرناک. مطمئنم که شما از عهده‌اش برمیایید. در هر حال من که میدونم به ازتون میرسونم، ولی باید که سپر بلارم جلو خودتون نگر برید. حس کنم که هر یک از این لغاتی که میفرمایید اینا نماینگر یک جریان فکری است که متاسفانه همه اونا قاطی کردن برای من معنی داشتن اینها. مثلا ببینید، سلطنت طلب کسیست که با تکیه به آثار دور و تاریخ و اینا عقیده به سلطنت داره، و اگرم که امکان اون براشون نباشه، معلوست این اشخاص به عقیده خودشون پا بردن، میگن آقا ما سلطنت دوست داریم. خیلی خوب، مثال براتون میزنم. در فرانسه پس از فروپاشی سلطنت خودکامه و دیکتاتورها، الان پیش از 200 سال میگذره، اما هنوز خانواده قدیمی هستن به سلطنت فکر میکنن و حتی جشن های 14 ژوئیه انقلاب، روز انقلاب فرانسه رو روز جشن ملیشون هم نمیدونن. اما وضع اجتماعی جوریست که همه اینا که بعد داشتن مقاماتی دارن با افتخار در جشن های جمهوری پنجم فرانسه شرکت میکنن، میرن و میان، ولی خب تایدیلشون میگن ما سلطنت طلبیم. حالا در همین فرانسه هم یه عده‌ای هستن که سلطنت طلب هستن ولی شاه اللهی هم. یعنی چی؟ مثلا لوی 14 ها خب یه افتخاراتی برای فرانسه کسب کرد، ولی یه آدم دیکتاتور خودکامه بود، حکومت یک نفره میکرد، حتی مخالفینش رو میگرفتن در یک سرداب هایی در کاخ ها بود مثل چاه مانند، بهش میگفتن لزوبلیه یعنی فراموش کنه، میداخ اونجا انقدر میمودن یا تون سرداب زیرزمینی تاریکی مثل چاه بمیدن، حتی برادر خودشم کش. و اون وقت اینا فرانسوی ها به این اسم رو گوشن شاه خورشید، یعنی اون رو تا آسمون بالا بردن و میگفتن که ماموریت خدایی
برای هدایت مردم داره. یعنی چی؟ یعنی ذل الله هست. در فرانسه اینا رو میشه بهشون گفت شاولایی، یعنی خداشون، همون شاهه. مردمانی تاریک بین و افسانه سازن. یادم میاد یه روز توی برنامه یکی شما یه برنامه داشتید، یه کسی اومد اونجا به شما گفت آقا من هیچ دینی ندارم، خدای من فقط رضا شاه است، پیغمبر من محمد رضا شاه. خب ببینید این دلغک بازی ها همه جای دنیا هست. من این مثال فرانسه رو بردم که نظر خاصی به کسی نباشه. سلطنت طلبان ایران هم کسانی هستن که خب رویای تاریخی شاهنشاهی و افتخارات گذشته رو ارج میدن. همه ایرانی این کارو میکنن و میدونن که خواب و خیاله، ولی بهش دلخوشی به اونا دارن. حتی خود شاه میگه در کنار آرامگاه کوروش بزرگ با افتخار نگفت شاه شاهان آسوده بخواب. هر ایرانی، دوست، دشمن، چپ، راست، بالا، پایین، هر کسی خون ایرانی داره به گذشته های پر افتخارش میباله که سلطنت گذشته رو ستایش میکنه. و تعدادی هم هستن که زیر سایه چلت سلطنت طلبی حالت تقدس برای شاه قائلن و او رو ذل الله میدونن. این ذل الله یا اینا رو بهشون میگن شاه اللهی. به طور مثال در رژیم گذشته وقتی که رژه نظامی بود و فلان ها و همه به خط بودن و پادشاه میمد، تا این حد فناتیک بودن که میگفتن وقتی پیشفنگ میدیم سرتون بگرد به طرف شاه و با سر مسیر شاه رو همینطور آرام آرام دنبال کنید، ولی نبادا توی چشمای شاه نگاه کنید. برای اینکه در چشمایشان نور خدایی وجود داره، نباید به اون چی خیره شد. این تعبیرها از اعتقادات و گفتهای شاه سابق هم سر چشمه میگرفت. چرا؟ بارها در مسابقه خودش گفته بود که بچگی امام زمان رو دیده، امام دوازدهم رو دیده، حضرت عباس بیدست رو از سوارش کرد از صحبت ها. در هر حال این اشخاص شاه اللهی نامیده میشه که هر امری بکنن چشم و گوش بسته شاه چی میگه باید اطاعت کنه. ادهی هم هستن سلطنت طلب هم، ولی دم از سمبولیسم تقدس میزنن که شاه باید به عنوان سیمان همه اقوام ایرانی به طور سمبول و حکومت پارلمانی و دولت کشور اداره کنه. اون سمبول باشه، دولت کشور اداره کنه. یعنی چی؟ یعنی یک نفر و یک خانواده و فامیل با مالیات ملت در کارخانه‌های لوکس سلطنتی لم بدن و کیف کنن، کاری به کار مملکت هم نداشته باشن و فساد اخلاقی مالی هم که اگه هست مهم نیست، برای که خواست الهیست، این از آسمون اومده. این هم این سری هستن. اما اصطلاح دیگری هم که این روزها زیاد به کار میبرن، اصطلاح پهلوی چی به کار میبرن، اینا کیا هستن؟ اینا یه منفعت طلبانی هستن که نوستالژی گذشته رو دارن و در آرزوی اینه که ولیعهد به سابق برگرده و سلطنت به راه بیفته. اینا هم دو مرتبه هم سفره گذشته رو پهن کنن. آقای دکتر به نظر اینا این نوستالژی کلمه ایرانیشو میشه بگیم چی؟ ادعای قبل دارن. چی دارن؟ ادعای قبل میکنن، کمبود دارن. آها، من فکر کنم نوستالژی مثلا میشه خاطرات خوش گذشته اینجوری. بله. خب بفرمایید، ببرید. نظر اینا در رژیم گذشته شاه پروفسور حقوق بشر بود، معلم تدریس قانون اساسی بود. چرا؟ برای یک ماده از قانون اساسی رو که مذهب ترویج مذهب شیعه اثناعشری بود به خوبی اجرا کرد و به همین دلیل بود که به اون لقب شاه اسکانپنا دادن. حالا این عده که اینجوری هم غافل از اینن که در تاریخ ایران هر سلسله که رفته دیگه برنگشته و مهمتر از همه اینا خودشون برن به گفتارها و مصاحبه های مرتب ولیعهد سابق نگاه کنن، ببینن که خودیشون هم در باطن اصلا به دنبال این نیست که برگرده و چنین خوابی رو خوش دیده. ابدا. این قسمت هم از
هوش و ذکاوت ایشونه که اولا روی امر محال سرمایه‌گذاری نمی‌کنه و به خصوص که سرنوشت پدر و پدر بزرگ رو در جلوی چشم خودش دیده. از طرف این طرفداران بیچون و چرا یاد دارن، نمیدونم حتما تو روزنامه خوندن دیگه، وقتی اون تیمرمن روزنامه نویس که معرف همه جا هست با وزیر اطلاعات و امنیت ایران فلاحیان که همه ترورهای خارج و اون ترتیبش رو میداد باش تماس میگیره و میپرس و راجع به ولیعت صحبت میکنه، فلاحیان با خنده بهش میگه ما باید رضا پهلوی رو در این بازی که افتاده حفظ کنیم، نگرش بدیم، خیلی بهتر بر ماست، به جای اینکه اون هیچ خطری بر ما نداره، به جای اینکه یه تیم بخوایم بفسیم اون رو نابود کنیم، در همین بازی رو نگرش میداریم، صبر میکنیم تا کم کم با گذشت زمان خودش و همه اپوزیسیون بی‌خاصیت بشه. این گفته اون بوده دیگه. برگه نظرتون باشه آقای احمد قریشی هم که مدتی مسئول دفتر ایشون بود رسما اعلام کرد که ایشون دیگه ادعایی بر سلطنت نداره و دیدیم که خود ایشون هم اکثرا به نام شهروند ایرانی ظاهر میشه. نوه خمینی میاد باش ملاقات میکنه. اینایی که در رژیم مذهبی هستن و به عنوان اپوزیسیون رژیم پرستشون خاره همه اینا میان باشون تماس میگیرن. پس خود حدیث مفصل بخوان از این بازی ها. پس ملازم میفرمایید که چه فرقی بین سلطنت طلب، شاه اللهی، سلطنت پارلمانی، پهلوی چی، سمبول بازی است که کسی شاه رو سایه خدا و محبت الهی بدونه. اگه کسی اینطور فکر کنه کوردره، زیرا خدا هم خودش وجودش معنی نداره، زیر سوال برده شده. وقتی خاطرات فیلسوف بزرگ و بی‌نظیر و استثنایی تاریخمون ابن سینا رو بخونیم که اون زمان میگه خدا قبل از اینکه دنیا و بشر رو بیافرینه چی کاره بود، چه میکرد؟ خب کسی که جواب نداره بده. ایشالایی هم اگه جواب ابن سینا رو بدن ذل الله دیگه قبول ندارن و ستایش نمی کنن. اینا در رژیم گذشته اومدن حتی مثلا شاهنامه رو طوری بخوردی مردم دادن که فقط شاهن شاهنامه است، از شاهان طرفداری میکنه. تا این حد که صبح مردم رو با دنبک شیر خدا و اشعار شاهنامه بیدار میکردن. البته چون پادشاه هم اسلام بنا بود اسم علی شاه مردان مذهبی را به ضرب دنبک خورد مردم میدادن، در حالی که شاهنامه سراسر مبارزه بر ضد استبداد شاهی حکومت ظالمان ضحاکانه. که من آقای سروی در مصاحبه بعدی میل دارم در مورد شاهنامه یه خورده صحبت کنم تا معلوم بشه که چجوریست. این پاسخ جناب علی نمیدونم کافی هست براتون یا نه. بسیار عالی بود، امیدوارم امیدوارم این دوستان بشنوند و واقعا یه مقداری در موردش فکر کنن. اجازه بدید از شاه و شاهبازی بیایم بیرون بریم سراغ طلا و طلابازی. این دوستانی که طرفدار شاه هستن خیالشون راحت باشه، منظورم اون طلا طلا خانم نیست، خیالتون راحت باشه. پرسیدن راحت شد اون طلا خانم رو بپرسید. پرسیدن سابقه طلاهای ایران در شوروی سابق از کجا بوده و چه موقع استالین طلاها رو پس داد. ممکن است در این باره اطلاعات خودتون رو لطف کنید در جواب این دوستان بفرمایید. با کمال میل. ببینید جناب سوری، در جنگ بین الملل دوم وقتی ایران اشغال کردن، اونم در اثر بی سیاستی ایران بود که به جای اینکه بی طرفی اعلام کرد ولی خب قبول کنه مذاکره کنه و همون موقع میخواستن ایران بیان مسیر رو که قبلا پیش بینی کرده بودن اسلحه برسونن، خب ایران میتونست قبول کنه و یک حق و زحمه هم بگیره. ایران زیر بار نرفت، اومدن اشغال کردن. روسا در اون موقع از ایران چی گفتن؟ به ایران گفتن که آقا حالا که ما اومدیم این نیروهای ما اینجا احتیاج به پول دارن، بانک ملی شما پولا رو به ریال و تومن به اینا بده، حساب کتابش هم نگه دارید، بعد از اینکه جنگ تموم شد من برابر این پولتون برابر ارزی که بوده قرض ایران رو پس میدیم. خب حالا وقتی جنگ تموم شد علاوه بر اینکه پس نیدن
اشغال آذربایجان و کردستان و جدایی اینا را اونا را هم دنبالش کردن که اگر پشتیبانی مستقیم پرزیدنت ترومن آمریکا استالین و به خصوص سیاست مدبرانه سیاستمدار برجسته و کم نظیر ایران قوام سلطنه نبود که روسا مجبور شدن نیروهای خودشون از ایران خارج کنن، ما دیگه اون قسمت از ایران جدا شده بود. از طرفی در بازی بسیار ماهرانه سیاسی که قوام سلطنه که وعده نفت شمال رو بهشون داد و مجلس رد کرد، به کلی مایوس شدن. ایران وقتی دیده اینجوره باز طلا رو نزدن، به دنبال این بودن که فشار سیاسی بیارن. حالا که نفت هم نفت شده به هر قیمتی شده، نفت شمال باز به دست بیارن و امتیازاتی از ایران بگیرن. صحبت از طلا فعلا نمی کردن اصلا. اما یک وقت مواجه با یک مسئله خاصی شدن. روز شنبه 27 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی و 29 اسفند مجلس سنا طرح پیشنهادی آقای دکتر مصدق رهبر بزرگ نهضت ملی ایران را در مورد ملی شدن نفت تصدیق کرد که به هیچ کس ندن و دولت به هیچ کس نمیتونست قرارداد دیگری رو در مورد نفت با کشوری امضا کنه. روسا این بار باز در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن، تلاش کردن که بتونن این قانون رو به هم بزنن. راهش این بود که با آقای دکتر مصدق شروع کنن به دشمنی، که اینم خواست انگلیس ها بود دیگه، تحریکشون کردن و عواملی که در حزب توده کمونیستی داشتن تظاهرات رو بر علیه دکتر مصدق راه میداختن و پشتیبانی میکردن. در این موقع آقای دکتر مصدق آمد شیلات شمال هم که در اختیار شوروی بود اونم ملی کرد، یعنی در 9 بهمن 31 ساتچیکوف سفیر شوروی بود، نامه نوشت تا شیلات مال ماست ما قرارداد تمدید نخواهیم کرد و ما اینو ملی اعلام میکنیم، و در نتیجه ملی شدن شیلات رو مجبور شدن که روسا به رسمیت بشناسن و ایران هم مالکیت شیلات به دست آورد. یادم باشه جزء چیزایی هم که دکتر مصدق ملکیت یکم جنگل ها بود که دکتر مصدق به قانون ملی اعلام کرد، ولی بعدا جزء انقلاب سفید اونم حساب کردن. خب این ضربه شدیدی به روسا وارد اومد، دیگه به کلی اصلا صحبت طلا اصلا جواب نمیدن و شروع کردن مبارزه بر علیه مصدق. پس از اینکه کودتای شرم‌آور 28 مرداد انجام شد و دولت ملی مردمی دکتر مصدق سرنگون گردید، روسا دیدن که انگلیسا چنگ روی ایران انداختن، آمریکایی هم تو، و دیدن که فعلا زورشون نمیرسه که بیان با اونا مبارزه کنن. حزب بودم که دیگه از کار افتاده، کار نمیتونه بکنه. چیکار کردن؟ گفتن به جای اینکه دستش از همه موارد در ایران کوتاه بشه، بهتری با دولتی که آمریکا و انگلیس سر کار آورده که یقینا حالا سالها هم نگه میذارن، روابط همجواری رو باشون برقرار کنیم که به خودی سرمون کلا نره. این بود که اونها اومدن بلا فاصله پیشنهاد مذاکرات بازرگانی بین دو کشور رو که سالها راچد بود کردن. در 23 دی ماه 1332، یعنی 5 ماه پس از کودتای ننگاور 28 مرداد، درباره اختلاف مرزی و مالی بین دو کشور مذاکره کردن. نتیجه خیلی خوب بود و روسا هم حاضر شدن که 11 تن طلایی که ایران در قبال هزینه های آنها انجام داده بود پس بدن. علاوه بر این 11 تن، 7 میلیون دلار هم اون وقتا خیلی بود، 7 میلیون دلار به نرخ بین المللی اعتبار در اختیار دولت ایران بذارن که برابر اون از کالاهایی که میخواد از روسیه بخره. این تفاهم که شد گشایشی برای دولت کودتا بود، به خصوص از نظر پشتوانه اسکناس ایران کمک بزرگی شد. این بود که در روز دهم خرداد 34 در مرز جلفا رسما 11 تن طلا تحویل ایران شد که اینا رو در 191 جعبه قرار داده بودن
با حفاظت شدیدی تحت نظر ارتش 8 روز بعد این کاروان طلا به تهران رسید و تحویل بانک ملی شد. البته این سابقه طلا بود که با روس‌ها انجام شده بود، اما در جاهای دیگه هم طلا داشتیم که گم شد. اصلا در زمان رضا شاه درآمد نفت در حسابی در لندن به عنوان ذخیره ارزی نگهداری میشد که به کلی در اختیار دولت نبود و اصلا در اختیار رضا شاه بود. خریدایی که از نظر اسلامی اینا میکرد از اون با تصویب مجلس از اون اعتبار ارزی در اون بانک استفاده میکرد. اینا انگلیس هم موافقت کرده بودن که هر سال 3 میلیون لیره از درآمد نفت ایران رو به طلا تبدیل کنن و قرار هم گذاشتن که طلاها ایران قرار بشن که در بانک اوریون تراست نیویورک به نام حساب ایران ذخیره بشه. این کار کردن. بعدم رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک اعلام کرده بود که 115 هزار اونس طلا به بانک اوریون تراست در وقت ایران واریز شده. حالا پس این طلا مال ما اونجا بود دیگه. در 1943 دکتر میلیس برو مستشار امور مالی ایران بود، وضع مالی خوب نبود، پیشنهاد کرد که مقداری طلا توسط دولت ایران خریده بشه که پشمانی از بره بالا بتونه جلوی تورم رو بگیره. آمریکا موافقت کردن که به بانک ملی ایران طلا بفروشن و از سال 1943 تا 1945 طلاها رو با هواپیما از نیویورک به تهران فرستادن. ایران هم خیال میکرد خب همون طلایی که در اون بانک این حرفا داشته از اون دارن میدن دیگه. اما بعد هم بکنه گفتن آقا کدوم طلا، چه طلایی، شما اینجا طلا نداری، باید اینو طلا بروشه بدید. و بعد مجبور شد دولت ایران پول داد و دو مرتبه ارز تأمین کرد بابت خرید طلاهایی که بود. البته مدنی پولارم بالا کشیده شد، معلوم نبود که کجا رفت از کجا سر در آورد. و البته باید یادمون باشه که قبلنم در جنگ بین الملل اولم روس و انگلیس که اومدن در ایران اشغال کردن قرار با ایران بود که سالی 30,000 پوند که اون روز درمان 200,000 تومن میشد گران میشد بدن، کرده اونم چند ماه دادن و بعد ندیدن و بریستدن و این درد سر. اینم سوابق طلاهایی که آقا سراغشو گرفتی که شما دیگه حسابی برای طلا برای خودتون باز نکنید که بدونید طلا جایی دارید و به حساب بذارید. پس طلا بی طلا. خب اجازه بدین که بیایم یه مقداری جلوتر و به طلای ناب دیگری به نام آقای پرویز ثابتی برسیم. همون جوری که میدونید این مقام سابق امنیتی توی همین ماه بود، فکر کنم 7 فوریه که رادیوی صدای آمریکا که حالا رادیو تلویزیون هست، یک به اصطلاح این آقای پرویز ثابتی رو از تاریکی در آورد و با اون مصاحبه انجام داد. پس از اون از هر طرف شاهد حملات شدیدی به صدای آمریکا بودیم و هستیم و حتی تعداد زیادی از اونهایی که شکنجه شدن به اصطلاح یک توماری رو، پتیشنی رو با هم نوشتن و به صدای آمریکا دادن که من خودم به اصطلاح امیدوارم که دنبالش رو برن و این شخص و افراد دیگه ای رو که در شکنجه و آزار دستی داشتن بگیرن تا درسی هم بشه برای حکومت فعلی که اینها بدونن که بعدن نمیتونن در برن در یه گوشه از دنیا برای خودشون خوش بگذرونن با پولهای دزدی و این چیزا. در هر صورت مسئله اینجاست که این مقام امنیتی رو همه مسئول خرابکاری های ساواک و کشتارها و شکنجه ها و خفقان عمومی زمان شاه میدونن و در مجموع به اصطلاح این اظهار نظرها همه اون رو محکوم میکنن.
به خصوص شایعاتی هم هست که او از مشاورین آقای رضا پهلوی است. حالا همه میپرسن که چطور شد که اون رو از تاریکی و غار خودش، لاک خودش درآوردن، اون هم توسط صدای آمریکا که وابسته به وزارت خارجه و سیاست دولت آمریکاست. حرفایی که آقای ثابتی در اون مصاحبه زد، منکر شکنجه در ساواک شد، خودش رو هم از همه این جنایات و ساواک و اینها بی اطلاع معرفی کرد و در ضمن خودش رو هم آدمی خدمتگزار، درستکار، ناسیونالیست معرفی میکنه. حالا معلومه که با این اوضاع و احوال بعد از این نوع مصاحبه ها ملت ایران بعد از خانواده پهلوی به مقامای امنیتی هم مثل ایشون بدهکار هست و باید از ایشان هم پوزش بطلبیم. نظر شما در این مورد چیست؟ عرض کنم که شما یه بیم لطفی فرمودید که گفتید از اون طلا به طلاهای دیگه بریم، ایشونو طلا گفتید. میخوام بهتون بگم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. در هر حال در مورد ایشون میدونه ایشون در سال 1115 اینطور که نوشته شده و در کتاب آمن دیدن در سنگ سر اونجا متولد شده، در سای کلاس دبستان اونجا دیده و دبیرستان و دانشگاهش آمده تهران. بعدن اینطور که نوشتن در مدیر کل اداره نهم ساواک آقایی بوده به نام زرابی که با ایشون آشنا بوده، ایشون رو معرفی میکنه و ایشون رو آتش میشه، وارد ساواک میشه. بعدی که وارد شده اینا برای آموزش های لازم امنیتی اقرار گرفتن و این قبیل امور دستگیر شده که اینا میرن به اسرائیل برای اینکه دوره های مخصوص در اونجا ببینن. یواش یواش برمیگرده به مقامات بالای ساواک و ایشون میشه رئیس اداره سوم امنیت داخلی میشه. اما نفوذ و قدرت این مقام امنیتی در سطح برگزیدن همه مقامات مملکتی گسترش پیدا میکنه و چون تیمسار نصیری رو که من خوب از نزدیک میشناختمش از هوش و ذکاوت به کلی بی بهره بود، حتی برای اون اغلب لغت نعمت نصیری بود، نعمت الله نصیری بود، دوستانش نمیگفتن نعمت گچه، این بود که این مقام امنیتی که زرنگ هم بود همه کاری امور جاری کشور شده بود، هر کاری میتونست انجام بده. در اون بحبوحه انقلاب و جنبش مردم هم که بود، خب هر نظر سیاسی به جایی که بیشتر با سران جنبش صحبت کنن، مسائل اجتماعی رو مطرح کنن، ایشون میاد یک مرتبه به شاه پیشنهاد، در حالی که همه دنیا از زندانه سیاسی و ساواک و زجر و شکنجه و اینا صحبت میکنن، ایشون به شاه پیشنهاد میکنه که 1500 نفر همه سران رو بازداشت کنن بیارن تو زندان های سلولایی ببین. شاه گویا مخالفت میکنه و با 300 نفرش بیشتر موافقت نمیکنه که اینا میرن میگیرن. همه این اشتباهات از روی نظرانکاری و بی اطلاعی از تحول اجتماع بود که کار به آخر رسون. وقتی هم که کار از کار گذشت و سقوط و فروپاشی نزدیک شد، چند ماه قبل این آقای مقام امنیتی اینطور که در کتاب آن دیدم ضمن که چیز اموال و املاک خودش اینا رو میفروشه حرکت میکنه و میره به اسرائیل، در جایی که روابط تنگ و تنگ هم داشت دیگه، اینکه آموزش هایی که کارهایی که میکنه اونجا همه آموزش دیده بود و بعد هم میاد به آمریکا. اگه من نظر من رو سوال میکنی، نظرم اینه که بهتر بود که سکوت رو برای همیشه انتخاب میکرد برای اتهاماتی که چرا برای اتهاماتی که به اون وارد شده بسیار بسیار سنگین‌تر از تیمسار نصیری بود. حالا چرا بردنش سرای آمریکا؟ به نظر من ایشون خیلی زرنگتر از این بود تدلات خودش خارج بشه، چون با
توجه به گذشته، خودش میدونست که با چه عکس العملی روبرو میشه. شاید هم نمیدونم، ولی شاید هم که وادارش کردن. که یه باره بیاد سر بلند کنه. بعد هم دیدید که همطور که شما فرمودید بعد از مصاحبه همه سر از سر و سر دنیا نشون داد که تا چقدر تنفر و انزجار مردم از رژیم گذشته و اعمال ساواک در دنیا وجود داره، هنوز و زنده است. ببینید آقا، ساواک دارای ادارات و سازمانهای گوناگونی بود که بعضا کسانی که شاغل بودن در ادارات دیگه خدماتی هم انجام دادن که به شکنجه و کشتن و زدن و اینا ربط نداشت. این تنها اداره سوم بود که بازداشت‌ها و شکنجه و کشتارهای بی‌رحمانه رو با خفقان عمومی در مملکت ایجاد کرده بود و جامعه وحشت‌زده برای ایران درست کرده بود. چه مادرها چه پدرها که شب‌ها تا صبح از سوت شق کردن فرزندان خودشون توسط ساواک ناله و گریه می‌کردن. همین ناله های دلسوختگان بود که فریاد تبدیل شد و انقلاب به ثمر رسوند و در اثر اعمال وحشیانه همین اداره سوم ساواک در تمام رسانه‌های دنیا ساواک به شقاوت و شکنجه معروف بود. اسم ساواک که برده می شد تجسم اون در دنیای خارج شکنجه و کشتار خفقان عمومی بود، در حالی که در سایر ادارات ساواک چنین نبود و کسی اونها را اصلا نمیشناخت و آگاهی نداشت. فقط چهره وحشتناک اداره سوم مشهور بود، کمان که تبلیغات دنیا اینجوری بود که خب قسمت هم حق داشتن. ببینید الان تبلیغاتی که آمریکا و اسرائیل سال هاست را انداختن بر علیه ایران که اتم داره تروریست داره، صحنه سازی هایی که یوم میشه، سفیر عربستان در اونجا، سفیر اسرائیل در بانکوک، سفیر اسرائیل در ژاپن، تمام این حرف ها اینا شب و روز بلپب نکوند. این تبلیغات دور شده که امروز نوبچه کودکی که از شکم مادرش ایرانی به دنیا بیرون میاد بر افکار عمومی، این از حالا تروریست اسلامیه. تبلیغات اینقدر هست در دنیا، ولی قبلا اگر تبلیغات بر علیه ساواک بود صحتی داشت. ببینید روزی که در اواخر کار شاه موافقت میکنه که صلیب سرخ بین المللی بیاد از زندان رو باز کنه، اومدن و تماس گرفتن و خودشون نوشتن از 3000 زندانی سیاسی که در اختیار ما گذاشتن، جمله این بود، یعنی که انقدر بیشتر بود، ولی ما 3000 تاش دیدیم، 900 تاشون شکنجه شدن که اکثرا شکنجه های وحشیانه جسمی روحی بوده که هنوز اینا در حال عذاب و زخمی به سر برن. وقتی این گزارش خود وزیر دربار علم خاطراتشو بخونید به شاه گزارش میگه آقا این آمدن همچی کاری شد، شاه میگه خب مهم نیست، برای اینکه این گزارش تهیه کردن برای ما و قرار نیست و اونا منتشر نخواهند کرد. بلکه اینطور نبود، خیلی خسته در دنیا بد را افتاد. چرا در یک مصاحبه قبلی چند سال قبل شاه در آمریکا گفت بود که ما زندانی سیاسی نداریم اصلا، اینا کمونیستن. اما قبل از انقلاب وقتی ژورنالیست فرانسوی سوال کرد بود که اعلی حضرت درسته که میگن شما بیش از 50,000 زندانی سیاسی داری، شاه جواب میده که نه، اینا دشمنان ایران و کمونیست ها هستن که این شایعاتو میرزن، ما بیش از 3500 زندانی سیاسی نداریم. حضرت با این پاسخ شاه خیال میگه که گفتن فقط 3500 تا زندانی سیاسی ازش چهره دموکرات میسازن. در اروپای غربی که تصور یه زندانی سیاسی هم معنی نداره، چنان بدگویی در روزنامه شروع شد که حد نداشت و آرتیک های بسیار زیادی از ساواک و شکنجگران مرتب منتشر بود که شرم‌آور بود. واقعا کاری رو که اداره سوم ساواک کرد به هیچ وجه در هیچ دادگاهی در سطح جهان قابل دفاع نیست.
حالا که صدها زندانی شکنجه شده سواک در خارج از کشور هستن و اعلام میکنن که در اروپا و حالا که در اروپا آمریکا اشکالی نداره با مدارکی دارن بر علیه شکنجهگران مسلماً اگر شکایت کنن ترتیب اثر میده و هر کدوم از شکنجهگران رو گیرشون بیارن محاکمه شون میکنن. اگر شکنجه شدگان اقدامی نکنن فردا ممکنه برای هر کدوم از این شکنجهگرا تازه که میان در خارج سر از دانشگاهی هم در بیارن و دکترای افتخاری هم کسب کنن و مثل اونایی که در رژیم مذهبی به خارج اعزامشون میکنه با اینکه شکنجهگر بودن با اینکه خودتون با اونا بودن حالا استادم بشن. ببینید چه دستایی در کاره که مقام امنیتی ها که زیر خروارها بدنامی سواک پنهان بوده میارنش از رژیم شاه دفاع کنه و خودش هم به عنوان پروفسور حقوق بشر و بیگناه معرفی میشه. این مصاحبه اسیدی بود که روی زخم مردمی که عملیات فدی سواک رو خوب میشناسن و شکنجه شده بودن و هنوز شبا در خواب سلولهای تاریک و وحشتناک اوین رو میبینن و خواب راحت ندارن و به روح سازنده زندان اوین لعنت میفرستن، اینا هستن هنوز. همین اشاره که شما کردید 198 نفر هم از شکنجه شدگان در سلول های آریامهری اوین این نامره نوشتن و صدای خودش رو بلند کردن. ببینید آقا، انقلاب ایران که در اثر قیام توده های وسیع مردم بود از نظر داخلی کشور، من به خارج کار ندم، روی دو پایه قرار داشت. یکیش اختناق و خزقان و وحشت شکنجه ساواک که همه رسش رو شاه می دیدن بود و در تمام اروپا و خارج از ایران قول وحشتناک ساواک و مجری مستقیم حوامل شاه می دیدن و این می نوشتن که شاه دیکتاتور زندان شاه دیکتاتور. دوم، همه جا دم از عظمت شاهنشاهی ایران شاه میزد، همه میزدن کوروش و گذشته و افتخارآمیز ملت ایران داشته، افتخاراتی که ارتش داشته در عظمت ارتش ایران قدرتمند بوده. حالا میدیدن که همین ارتش به صورت خیلی توهین آمیزی زیر سایه آمرانه مستشار آمریکایی قرار داده. میبینن که شاه بحرین رو میبخشه، میبینن که کاپیتولاسیون رو قبول میکنه. این دو پایه اساسی انقلاب بود که اتفاقا خمینی هم از ابتدا روی این دو مورد انگشت گذاشت. چی میگو؟ گفت اولا که نه، ولی اواخر روی پاش ایتنش رو گفت شاه باید برون، یعنی خاتمه سواک وحشتناک. دوم هم گفت شیطان بزرگ تسلطش در ایران برگیده بشه، یعنی اعاده حیثیت بشه. با این دو جمله همه رو جمع کرد. پس ببینید که اداره سوم سواک و شکنجهگرانش چه به سر ملت ایران و تاریخ ایران آوردن. آقای سوروی، جنایتکار دیر یا زود به چنگال عدالت هر کی باشه گرفتار میشه، اگرم مرده باشه محکومیت غیابی پیدا میکنه. یه مثال براتون بزنم، پس از 60 سال بعد از جنگ آلمان اومده بودن فرانسه رو گرفته بودن، بعد اومدن رئیس پلیس پاریس رو آقای پاپون بازداشتش کردن که در اون موقع جنایات میکرده بود، دادگاه جنایی محکوم زندانش کردن که 60 سال بعد. در خود ایران هم شهریور وقتی رضا شاه رفت، وقتی رضا شاهی که آورده بودن بردنش، پزشک احمدی که آمپولزن مرگ رضا شاه بود دیدید گرفتن آوردن اعدامش کردن. همه جا عدالت چنگالش آماده برای گرفتن جنایتکاران هست. حالا این عکس العملی که در خارج از کشور در همه جا بر علیه مقام امنیتی سواک پس از مصاحبه عنوان شد نمونه یه که چنگ دادگاه دید یا زود گلوی همه شکنجه را اگه باشن میگیره. بعضی مردم از
بغض مردم از رژیم گذشته ببینید الان چقدر ادامه داره، یک مرتبه همه فریاد میزنن. اینجا باید یه سوالم بکنیم آقا، اونایی که در پشت با مدرسه علوی خون تیز بارون شدگان زیر پاشون جاری بود، شکنجه‌گرهای رژیم مذهبی، بازجویا، جلادا که در این 30 سال فعال مایشا بودن، چطور شد که با پاسپورت رسمی و اجازه خروج به خارج اومدن و سر از صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی بدون شرم و حیا در اومده و هر کدومشون دم از آزادی میدونن و خودشون پروفسور حقوق بشر به حساب میارن؟ جنایتکار خوبت نداره. جنایتکار رژیم پهلوی با جنایتکار رژیم مذهبی یکیه، باید یک جور باش رفتار بشه. اما در خارج کشور رسانه ها، سیاسیون، گروه ها با جنایتکار مذهبی با لطف و مرحمت برخورد میکنن. فقط برای خارج نبودن عریضه گاهی نظر مخالفی میدن، در حالی که اگر از روز اول همه بسیج شده بودن و مرتب پی در پی صدای اعتراض رو بلند میکردن، دولت ها و لابی هایی که گرداننده رسانه جهانی هستن مجبور میشدن پای جنایت کانون رژیم مذهبی را هم راه ندن به این رسانه ها. آقای سوربی، آفتاب زیر ابر همیشه نمیمونه. یه مثالی در آخرین جمله بزنم به سوال شما تمام بشه. ببینید در 16 اسفند 1345 رهبر افتخارآمیز ملت ایران دکتر مصدق در سن 87 سالگی دنیای آلوده را ترک و به ابدیت پیوست. آقای هویدا که نخست وزیر بود، عرض می‌رسونه که خودمون اگه اجازه می‌فرمایید برابر روش جاری نخست وزیر بوده، یک مجلس ترهیم براش بذاریم. بلا فاصله با تندی شاه میگه نه، هر گونه نام و نشان پیرمرد از این دیار برداری. این جمله نمیگه هویدا هم که بدونید ساعتی چی نمیگه تموم شد. ولی همون روز شاه دستور میده فرماندار انگلیسی در کانادا، کانادا فرماندار انگلیسی در دیگه نوکر اون هست که این مرده بود، میگه پرچم ایران رو نیمه افراشته بذارید. سوال من حالا از شما بکنم، آیا با این رفتار زشت غیر انسانی نام مصدق از تاریخ ایران محو شد؟ نمیدونم این جوابهایی که دادم براتون کافی بود یا نبود. آقا بسیار عالی. یه پرسشی که باقی میمونه، من خودم با وجودی که اینجا ویرجینیا تقریبا نزدیک هستیم به آقای رضا پهلوی و خبر داریم کیا تو دفتر هستن کیا نیستن، هیچ وقت صحبتی از همکاری پرویز ثابتی با ایشون نبوده. شما هیچ جا دلیلی، مدرکی، سندی دیدید یا شنیدید که صحبتای در این مورد باشه؟ من خودم اگه جای آقای پهلوی بودم، از افرادی به اصطلاح مثل ایشون که مهره سوخته و بدنام هستن به هیچ وجه استفاده نمی کردم. چون اینها اگر راه و چاه رو بلد بودن، چرا چاه رو بلدن حقیقتا، اگه میخواستم از اینها سوال کنم، شادم از ایشون میپرسه چه کار کنید، هر کاری این میگه نمیکنه. تا ولی من میخوام ببینم هیچ سندی هست که نشون بده ایشون با آقای رضا پهلوی در ارتباط بوده یا هست. من تماسی با ایشون یعنی دفتر ولیعهد سابق ندارم، به فرضم اگرم تماسی بوده باشه که خودشون انقدر اقلا کوش در مرز همه شما هست که علنی نکنن. خب امیدواریم که اینجور باشه. اجازه بدیم من دنباله این سوالها رو به اصطلاح ازتون بپرسم. دو تا سوال دیگه من نوشتم که حالا میتونم دوتاشو به صورت یه دونه بگم یا میخواین تک تک بگم. ایمیل های زیادی میگیریم که و نوشته های این ور اونور که مردم، مخصوصا به اصطلاح مردم ایران در گذشته و حال، نمیدونن که چی میخوان، ولی همه میگن و صراحتا هم میگن به اصطلاح که چه چیزی رو نمیخوان. در انقلاب هم همین طور بود، الان هم باز بحث همینه. نظر شما درباره این قضاوت‌ها چیه که به اصطلاح میدونن چی نمیخوان ولی مستقیما نمیگن چی میخوان؟ ببینید
جناب سروی، این نظر درسته که هر کسی باید بدونه و بگه چی میخواد و چه نمیخواد. در قیام همگانی مردم در 1357 که این قیام انقلاب انجامید، همه یک صدا از همه طبقات گوناگون اجتماع با یک همبستگی بر علیه شاه و حکومت یک نفره سلطنتی و خفقان و وحشت ساواک همه متفق القول بودن، گفتن نمیخوایم اینا. اما این درست نیست که بگیم مردم نمیدونستن چرا نمیخوان، چه میخوان. چرا؟ بعد از جنبش مشروطیت تا روز انقلاب همه مردم به دنبالی بودن که پادشاه سلطنت کنه، نه حکومت و نه ایجاد دیکتاتوری. حتی خود آیت الله خمینی نامه هایی که به شاه می نوشت با رعایت احترام و ادب همیشه می نوشت هر حضرت به همون شاه اینجوری ها می نوشت. در همون سال 42 هم که سخنرانی کرد چی گفت؟ گرفتن زندانی تبعیدش کردن، گفت ای آقای شاه، این قانون اساسی که پایمال کردی و ندیده میگیری روزی بالاخره ملت سر بلند میکنه و خودت در بنبست قرار میگیری، اون وقت با التماس میگه میگی بیاین قانون اجرا کنیم، که اون وقت دیگه دیر شده، تا دیر نشده به دامن ملت بیا و به قانون اساسی احترام بگذار. ببینید همه اینه میخواستن، میلیون گروه اندیشمندان، حتی ارتش طی گزارشات مفصلی از پادشاه اجرای قانون اساسی رو میخواست که هیچ کدوم مورد قبول پادشاه قرار نگرفت. وقتی مردم از همه طبقات دیدن که حریف شاه نمیشن، آن وقت بود که دیگه سرنگوی سلطنت ها با انقلاب خواسته شدن و چی بودن؟ خواستار جمهوری و دموکراسی شدن. پس آنچه رو نمیخواستن معلوم بود، آنچه را هم که به دنبالش بودن پس از مرد شدن از شاه جمهوری و دموکراسی بود که میخواستن. منتها چون بعد از کودتای 28 مرداد به مدت 25 سال خفقان بود و حکومت یک نفره، احزاب سیاسی و انجمنهای تربیتی اجتماعی در رقم بود، کادر سیاسی که باید اشخاص در احزاب به دست فرم میگیرن وجود نداشت. ملیون جبهه ملی هم از نظر سازمانی پراکنده شده بود، مثلا ملیون حق ایجاد تشکیلات نداشتن. حتی در بحبوحه جنبش مردم که شاه اونجا وامونده بود نمیدونه چیکار کنه و ناچارن دست به دامن ملیون از جمله آقای دکتر صدیقی شد، بازم پیشنهاداتون رو قبول نمیکرد و اونو زیر بار نرفتن، که باز با دریافت تیتر نخست وزیر بیان ولی رول رئیس دفتر شاه رو بازی کنن. مثل هویدا که هر وقت مطلبی رو دوستاش بهش اشاره میگردن ایراد میگرفتن، همونطور که در دفترش نشسته بود دستشو بلند میکرد به طرف حق شاه، میگفت امر اربابه، قضیه تموم میشد. ببینید یه ما قبل از انقلاب بود که بختیار نخست وزیر شد دیگه. بختیار رفتیم سارجم که مغزوب شد و در لندن زندگی میکرد خواست به ایران بیاد وزیر جمع بشه. این افسر تحصیل کرده اندیشمند میاد اونجا، احتراما میده شرفیاب و میشه. به عرض میرسونه که اگه میخوام وزیر جمع بشم، آیا وظیفه من در قبول پست وزارت جنگ بنابر قانون اساسیه که مسئولیت اختیارات ستاد ارتش و سازمان ارتش به عهده داره، یا مثل گذشته مقام غیر مسئول با کیچه وزارت نیست؟ شاه قبول نمی کنه، میگه نه وزیجه مثل سابقه. پس فوری بعد میرسونه که پس اجازه بدید که من برگردم به انگلستان و فکر کردم که من رو احضار فرمودید برای اینکه بیام قانون اساسی رو در وزارت جنگ با اختیاراتی که دارم انجام بدم. شاه میگه که من شما رو احضار نکردم، بختیار خواسته برید با اون صحبت کنید. تیم سارجه من فورا مرخصی میشه و میره به انگلستان. پس ملاحظه فرمودید که همه و همه خواستاری بودن که قانون اساسی اجرا بشه که تا آخر روزهایی که شاه در ایران بود قبول نکرد. پس به نظر من این مطلب صحیح نیست
که بگی ملت نمیدونست چی میخواد و این اظهار نظر توهین به شعور ملی مردمه. امروز هم نمیشه یه پارچه اظهار نظر کرد که ملت نمیدونه چی میخواد. با بررسی اوضاع و احوال بخش بزرگی از مردم، من میگم بخش بزرگی از مردم، رژیم مذهبی رو نمیخوان و جمهوری غیر اسلامی و دموکراسی رو آرزو دارن. چرا میگم بخش از بزرگی از مردم؟ فراموش نکنیم که بخشی از مردم هستن که به علت اعتقادات فناتیک مذهبی هنوز به دنبال رژیم مذهبی هستن. این کار این مطلب که بگیم همه مردم بر ضد حکومت مذهبی هستن، این خودمون رو گول زدیم. حالا چرا مخالفین رژیم مذهبی پس از 33 سال موفقیت کامل بدون دست نیاوردن؟ به نظر من دلیلش اینه که در چند دهه و به خصوص پس از کودتای ننگین 28 مرداد بر علیه رهبر بزرگ ملت ایران، مردم از دخالت خارجی عاصی شدن، تنفر دارن که باز میان استثمار میشن. متاسفانه میبینیم که هر وقت هم ملت بخواد قد علم کنه، دنیای قد چنگ روی جنبش مردم میریزه. اما تو که در ابتدا خانوم ها اگه نظرتون باشه برافاسه بعد از تو خیابون ها ریختن و چه انقلاب را انداختن، مردم داشت آمادگی پیدا میکرد، نزدیک بود که به جای برسه که خارجی های اومدن و فشار رو بردن، صدام رو درستش کردن، جنگ و ایران عراق رو درست کردن که مردم به فکر جنگ خارج بودن. پس همیشه این بوده که مردم میخوان کار کنن. در انتخابات آخری رئیس جمهوری هم که دیدید حرکت مردم میرفت که داشت به جایی برسه، یک مذهبه میخواست که شورش بشه، در بیامدم مصادره بکنن، رنگ سبت اسلامی رو پاشیدن روی جنبش مردم، رسانه های قبی باد به بادش دادن، تعدادی برومرزی هم فریب خوردن و تعدادی چلبی شده ها هم به دنبال سیاست های دشمنان خارجی یا پرداختن و جنبششون هم خاموش شد. چرا ملت و مردم از دخالت خارجی ها به کلی بیزاره و زخم دردناک کودتا 28 مرداد هنوز اخیان پذیر نیست؟ مردم نمیخوان که با خارجی ها بیان واسه شون تصمیم بگیرن. اینه دلیلش آقای سروی. ممنونم از شما. اگه اجازه بدین من چون خودم خارج نشین هستم و شما هم خارج نشین هستین و به قول معروف ایرانیان برون مرزی هستیم، این سوال رو از شما بپرسم که در این زیر و بمهای سیاسی و سرگردانی ایرانیان مثل من و شما برون مرزی آیا میدونن چی میخوان؟ ببینید جناب آقای صوبی، همونطور که عرض کردم داخل کشور بخششون علت اعتقادات مذهبی یا اینکه به آب و علفی رسیدن طرفدار رژیمه، بقیه مردم از آخونبازی زله شدن و به فرصت هستن که جنبشی را بندازن و ملیون بتونن دموکراسی برقرار کنن. کدس اینا با دیدگاه های مختلف هستن. حالا در خارج چی میگن چی میخوان؟ اول ملیون هن که به دنبال آرمان مقدس دکتر مصدق برای استقلال، آزادگی و دموکراسی گام برمیدارن. این مالی اولی هم. دوم گروه های چپ هن که در انواع مختلف هستن که همه اینها با جدای دین از حکومت پابندن و به دنبال افکار چپی ها هستن. سوم چند نفر افراطیون هم هستن که لایسیته رو فقط آرزو دارن و میگن مثل زمان رضا شاه که دست و بال آخوندها از حکومت کوتاه بود ولی دیکتاتوری سلطنت برقرار بود و مرتب میگن ایران حالا یه رضا شاه میخواد. همه جا گاهی میشنوید ایران یه رضا شاه حالا در این اوقات میخواد. چهارم چند نفری هم هستن که به دنبال مشروطه سلطنتی و پارلمانی هستن، ولی معلومه برای کی سلطنت میخوان، به چجوری میخوان این برنامه رو پاوند کنن. پنجم چند نفری هم هستن که به دنبال برگشت خاندان پهلوی بودن و مرتب شعار میدن و برای ولیعهد سابق اینا سینه میزنن، در حالی که خودشون هنوز
خود ایشون وضعش روشن نکرده که در چه موضعی است. آیا همونطوری که میگه ایشون شهروند آقای پهلویه، رضا پهلویه، رضا شاه دومه، شاهزاده رضا پهلوی، در کدوم سنگریشون قرار داره که طرفدارانش تکلیفشون معلوم بشه که چی جنوشونه؟ و ملاحظه میکنید که حتی ژورنالیست هم نمیتونه ایشون چه کسی خطاب کنن که مرتب سوال میکنن آقا شما رو چی خطاب کنید؟ ایشون هم چون خودش هم نمیدونه موضوع چیه بگه هر چی میل دارید من رو خطاب کنید. این هم یده شیشون از همه این دستجات گذشته تعدادی هم هستن که خودشون در اختیار دشمنان ایران قرار دادن و در خواب و خیال خوابی به سر میبرن و جلسات متعدد چلبی ها رو تشکیل میدن و با پشتیبانی رسانه های و مالی های دشمنان ایران هر چنگاهی در گوشهی مثل صفحه حضرت عباس دور هم جمع میشن و میشینن و میگن و بر میخیزن. اینا آرزو میکنن که ایران و دشمنان ایران بیان و بمباران کنن تا بلکه بتونن همانند مثل یه جغدی برن اون خرابه های اون کشور بدبختی که نابود میشه میشینن و فریاد بزنن قارقار کنن و ایران رو به صورت یه قبرستون حساب میکنن و آرزو دارن که چیه در اونجا به خاک سپرده میشن. هفتم تعدادی هم هستن که به کلی بی تفاوت شدن، به کسب و کار خودشون مشغول بوده، بچه ها بزرگ شده، منتظرن ببینن چه پیش میاد، اصلا اظهار نظر نمی کنن. هشتمه این خارجی ها تعدادی هستن که عوامل خود رژیم مذهبی هستن و در اکثر این دستجا خود رو جا دادن و اونا رو فریب میدن، مردم فریب میدن. پس به نظر من این وضع برون مرزی ها و خاص اوناست. برای بعد از رژیم مذهبی و هر کس به سهم خودش در این آرزوها به سر میبره که تا فردا چه بازی کنه از روزگار. و اما نظر منو میخواه اندرزگویانه اگر اجازه داشته باشن به آنهایی که میگن نمیدونن چه میخوان میگن اگه کاری از دستتون بر نمیاد لااقل به سرویس های دشمنان ایران زمین خودفروشی نکنید، همراه با کاروان آزادی طلبان چند قرن کشور ما روی پای خودتون بیستید و راه ادامه بدید و با رنگ و بوی قرن 21 به پیش گام بردارید و آماده باشید. اینم جواب این سوال آقا. من ممنونم از شما. دوستان چند دقیقه پیش ایمیلی فرستادن که من اون رو برای شما فوروارد کردم، ولی دوست دارم که این رو بگم اگر فرصتی پیش بیاد در برنامه های آینده در این مورد صحبت کنیم. نوشتن که هر از چندگاهی برخی افراد ناآگاه و گاهی مغرض این... جانم بفرمایید. من بله بله میشنوید شما؟ بله بله حالش. بله من نوشته یه ایمیل اومده، یه دونه هم به اصطلاح مسیج که میگن که اولا درباره اون فارغ التحصیل شدن آقای خامنه‌ای از دانشگاه شوروی که اون رو شما در برنامه یک شنبه گذشته در برنامه آقای احمدیان گفتید میتونن به آرشیو مراجعه کنن، ولی اگه مایل بودید میتونید در برنامه آینده هم بهش یه اشاره کنید. و یکی دیگه این که این دوستمون نوشته، البته به نقل از آقای به نام کوروش ایرانی، من این نامه رو برای شما فرستادم، نوشتن که هر از چندگاهی برخی از افراد ناآگاه و گاهی مغرض این سخن نادرست را بازگو می کنند و شاه ایران را شخصی ضعیف، متزلزل یا از این قبیل می خوانند. پاسخ این آقای کوروش به این افراد این است که پیش از چنین بیانی ایشون خلاصه نوشته که آقای شاه سه بار جانش به خطر افتاده، دو بار به خانوادهش سوء قصد شده، با همه این اوضاع و احوال بدون محافظت خاصی به میان مردم عادی کشورش می رفته. از طرفی نوشتن که شخصی که خلبان هواپیمای جنگی و هلیکوپتر بوده، دیگر مهارت‌های نظامی، ورزشی، هنری و ادبی، خلاصه اینو من برای شما فرستادم اگر در این موردم صحبت کنید. این ایمیلو که من می‌خوندم کم مونده بود که من فکر کنم شاه از خدا و طبیعتم قدرتش بالاتر است. در صورت ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید. ببینید خودتون اینا
اینا فلسفه بافی اینا به جایی نمیرسه، شاه بین مردم نبود. میدونید که در چند سال آخر همش با هلیکوپتر میرفت و یه داستان مفصلی به روز که اومد به آرامگاه که چجور صحنه سازی کردن اروپا منتشر کردن آب روزی. من فقط یک دقیقه اجازه میخوام ازتون بگم که به تمام ملت ایران از صمیم قبل، از صمیم قلب به نام یک ایرانی تبریک میگم. چرا؟ یک ایرانی، من به رژیم کار ندارم، هر موفقیتی برای ایران ما پیش اومده این بچه های ما هستن، این جوان های ما هستن، نه آخوند و دولت ایران. اینه که جایزه اسکار رو به همه ملت ایران تبریک میگم. ببینید ما جایزه اسکار گرفتیم، جایزه صلح نوبل به ایرانی دادن، همه هفته گذشته تیم کشتی آزاد ایران اول شد در المپیاد علوم که از دبیرستانهای دنیا اومده بودن ایران اول شد، ماهواره فرستاده شده دو تا دور زمین داره میگرده، شبیه سازی در دانشگاه اصفهان که در کمتر جایی هست انجام شده، موشک دوربرد فرستاده شده، غنی کردن اورانیوم 20% شده. بده من نمیخوام وقتی شما رو بگیرم، تمام اینا تبریک پیشگاه بزرگ بچه های اون سرزمینه، به آخوند کاری نداریم و ما قلبن به دنبال اینها هستیم. چطور یک از این کارا در رژیم گذشته نشد که اینقدر اون آقا الان ایمیل فرستاده از ایشون تهمت کرده؟ به جز این که ما اجازه نداشتیم در اینجا بریم، اینقدر مستشار داشتیم، هر چه میخواستیم مستشار میگفت نه، ولی این کارا رو کی کرد؟ بچه های ایران کردن. همون موقع هم همین بچه ها بودن. چرا ندارید آقا؟ امروز هم آقای سوربی این مطلب رو مجبور بودم بگم، میدونم که شما هم خوشحالید، الان انتخابات ایران هم در پیشه، میگن مسلمن فردا داردستم همه میزنم، میگن انقلاب چیز شده، قلابی مسلمه، کما که میبینید الان برای پوتین که میخواد در روسیه بیاد چون دنیای غرب باش مخالفه نمیخوام بیاد، هی بساط رسانه ها رو حلم کردن که مخالفت کنن بگن پوتین قلابی اومد. من نمیدونم پوتین چه چی کار میکنه، ولی الان میدون چی کار کرده، 95,000 محل اخذ رای درست کردن، اومده 200,000 کامرا گذاشته، دوربین گذاشته که تمام عملیات کنترل بشه که اگه دنیا گفت خراب بوده بگه نشون بدید. اینا رو هم بیان ببینید، 629,000 اورو یعنی میلیون اورو یعنی در حدود 1,000,000,000 خرج این تأسیسات کرده که جلوی رسانه رو بگیره. حالا بذارید ببینیم که چه جوری میکنن اونا. ولی خب اروپایی که در سردار هستن، دیدید همین امروز در بلاروس شورای اروپا، اتحادیه اروپا بلاروس رو جز تحریم قرار دادن و گفتن که سفرا رو میخوان. تا گفتن سفرا رو میخوان، چند ساعت بعدش هم خود بلاروس تشکیل داد و تمام سفرهای اروپایی که اونجا اصلا فوری بلاروس رو برن بیرون. خود اروپایی نمیفهمن چه غلطی دارن میکنن. امروز صبح تا حالا ببینید تمام شهرهای اروپا به وسیله سندیکا پوشیده شده از تظاهرات که مخالفت میکنن با این ریاضت های مالی. همین شلوغ پلوغی ها هست، میلیون ها هست. حالا اگه فردا در تهران 2,000 نفر هم جمع بشن، چند میلیون مردم تو خیابون ها هستن در دنیا، هیچی نمیگن. ولی اگه 2,000 تا 3,000 نفر هم توی انتخابات تضاد کنن، شب و روز این رسانه های برومزه خریداری شده فروخته شده به دشمن های را سر صدا میکنن. من مخالفت با رژیم مذهبی دارم، من با خونبازی مخالفم، ولی حقایق که نمیشه چشم پوشید. آقای سوربی میبخشید که من میخورده در آخر کار این چند تیکه رو براتون عرض کردم. من ممنونم از شما، تشکر میکنم از وقتی که به اصطلاح به دوستان بیننده و شنونده اختصاص میدین و امیدوارم که در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشیم تا از تجربیات و خاطراتتون بهره بگیریم و استفاده ببریم. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. پایدار باشید. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، این هم برنامه بود از سری برنامه های تاریخ گویا که توسط
دکتر سرهنگ عقیلی پور به شما تقدیم شد و اگر پرسشی دارید با ایمیل بنده یا ایمیل خود آقای عقیلی پور تماس بگیرید یا میتونید از طریق شماره تلفن هایی که الان روی صفحه تلویزیون ها و کامپیوترتون میبینید تماس بگیرید. ضمناً یک خبر خوب این که اون دوستانی که تماس میگرفتن و مایل بودن برنامه های تلویزیون مردم رو روی تلفن هاشون به صورت رادیو یا به صورت تصویری داشته باشن، از دیروز جی ال ویز اعلام کرده که یک دونه پروگرام یا همون اپ گذاشته و شما میتونید برید از به اصطلاح اپ استور به صورت مجانی فعلا دریافت کنید. نصیحت من به شما اینه که تا این مجانی هست استفاده کنید و لطف کنید به من هم بگید که صدا و تصویر و اینها از اون وسیله چگونه هست، چون بنده که اینجا نشستم هنوز از اون تلفن های اسمارت فون فنسی ندارم. اجازه بدید چند تصویری از ایران ببینیم بعد به دنباله برنامه ها. و امشب هم ساعت 8 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 5 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا از طریق دو تلویزیون آپادانا و مردم تیوی در خدمت شما خواهیم بود، یعنی بنده خواهم بود و شما هم با شرکتتون این برنامه ها رو رونق خاصی ببخشید. پس ممنون از اینکه با ما بودید و با ما باشید. مرسی.